این جهان بسی جهانی باز این آخره
خدا باید ببخشد و بیامازد و ازا ما همه کمبود داریم. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب. واقعا ما از خودمون هیچی نداریم، حتی همین که دعا میکنیم و شکر میکنیم، این همه نعمت ها خدا هست. این نفسی که ما میکشیم نیست، حسابش کرده. اگه یه دقیقه نتونیم نفس میکشیم تلف میشیم. هوا مجانی نفس میکشیم، خب شکر خدا که میتونید نفس بکشید و گرفتاری عدم تنفس ندارید، الحمدلله رب العالمین. نعمت خیلی داریم، مشمول نعمت خدا هم این سلامتتون. همین گفتم عقلی که داری، شعور که داری، دلت میخواد تمام این ثروت دنیا را بدون دیوونه بشی، این عقل و شعور رو نداشته باشی، هیچ وقت دلمون نمیاد. پس اینا همه نعمت های خداست، غرق نعمت خدا. یا رحمن و یا الله، یا رحیم و یا الله، یا ملک و یا الله، یا قدوس و یا الله، یا سلام و یا الله، یا مؤمن و یا الله، مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله، يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا علي يا الله، يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا الله، يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا الله، يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا الله، يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا الله، يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا الله، يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا الله، يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا الله، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا الله، يا الله يا متعالي يا الله، يا الله يا بر يا تواب يا الله، يا منتقم يا يا رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله، يا مقسط يا الله، يا جامع يا الله، يا غني يا الله، يا مغني يا الله، يا الله يا مانع يا الله، يا ضار يا الله، يا نافع يا الله، يا نور يا الله، يا الله يا هادي يا الله، يا بديع يا الله، يا باقي يا الله، يا وارث يا الله، يا الله يا رشيد يا الله،
این را به شما عرض کنم که 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه اگر حسینیه های ارشادی وجود داشته باشه توی این مملکت و بگذارن که وجود داشته باشه و بهترین برنامه ها را هم برای جوانان و تحصیل کرده ها و دانشجویان و نسل دانشگاهی داشته باشه بر اساس مذهب، دیگه مثل امروز این چنین ازدحام نخواهد شد، این چنین استقبال نخواهد شد، این چنین نخواهد بود که برای یک مجمع دینی هزاران دانشجو 7 ساعت و 8 ساعت در بدترین شرایط بیاد و به حرف مذهب گوش بده. دیگه دغدغه مذهبی در درونش نخواهد بود اگر نجنبیم و اگر کاری نکنیم. چنین وقتهاییست که حالتی هست، شرایطی هست و عده‌ای که هیچ وقت نمیان به اینجور محیط ها و به اینجور مجالس و اساسا مستمع عادی این مسائل نیستن، سرشون در زندگی فردی خودشون گرمه یا در مسائل شغلی یا علمی یا هست سنفی و گاه به گاه سال به سال چنین شبهایی میان، اینها هستن که باید این پیام رو بیشتر از همیشه بشنوند. این پیام رو از طرف یک روحانی، یک عالم، یک استاد یا یک مرجع نشنویم، از قول یک معلم بشنویم که مسیر رو حس میکنه با تمام وجودش و میبینه که داره از دست میره و اینه که بیشتر از یک نسل دیگه فرصت نیست برای اینکه کاری بکنه. خدایا رحمتی کن تا ایمان نام و نان برای نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم افکنم، تا از اونها باشم که پول دنیا را میگیرند و برای دین کار میکنند، نه از اونها که پول دین میگیرند و برای دنیا کار میکنند. اللهم یا حی یا قیوم فرج همومنا نفس کروبنا، اللهم اشف مریضنا، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم من كان له مريضا فعجل بشفائه، اللهم من كان له مريضا فعجل بشفائه، اللهم يا حي يا قيوم يا رحيم يا رحيم، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا واغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم امحو حوبتنا وثبت حجتنا، اللهم اغسلنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، لا أنا ومولانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك. اللهم ارزقني فيه طاعة اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين واشرح فيه صدري بإنابة المؤمنين بأمانك يا أمان الخائفين بأمانك يا أمان الخائفين بأمانك يا أمان الخائفين.